بینندگان عزیز در سفری که در تورنتوی کانادا داشتم امروز در پالوی هنرمند قرار داریم که شما او را از چندین جهت میشناسید از نگاه اینکه یک هنرمند خوب در رادیو تلویزیون افغانستان بودن از نگاه اینکه یک معلم خوب در لیسه حبیبیه بودن و بعضی دوستان همچنان از نگاه اینکه یک ورزشمند بسیار پرقدرت کشور ما بودن که شما حتما با نامشان آشنا هستین و حاجت به معرفی اینا نیست کونا شادکام صاحب هستن خب شادکام صاحب شما با پروگرام ما یا ما به خانه شما بله. آمدیم که همراه شما یک مصاحبه کوتاهی داشته باشم بله. اولین سوال من شادکام صاحب است که شما در کانادا یا در تورنتو چی نوع فعالیت های را دارین در قسمت هنر و در قسمت موسیقی بله اولا اینکه شما لطف کردین به خانه ما تشریف آوردین تشریف آوردین شما را خیر مقدم میگم و ثانیاً خدمت همه بیننده های محترم تلویزیون هندوکش از عمق دل از با همه محبت و ارادت تمام عرض سلام میکنم و آرزوی صحت و سلامتی فرد فرد همه بیننده های محترم و همه هموطن های گرامی و عزیز القدر خود را در هر نقطه از دنیا پیستن آرزوی سلامتیشان را دارم و یکی دقایق را که به نظاره تلویزیون های خود نشستن امید است که دقایق بر اونها و دلتنگی نگذره و گپ و سخن ما و شما بله. به حساب برای اونها جالب باشن از سوال شما تشکر و در جواب میتونم بگویم که خوشبختانه که از افغانستان بعد از برآمدن و رسیدن ما به کانادا به فعالیت های هنری خود تا جایی که ممکن بوده شد یقینا خارج از کشور کمتر وقت مساعد می باشه برای همچون واقعی ولیکن تا حد حدودی کوشش کردیم که فعالیت های داشته باشم قسمی که آخرین کار ما ثبت سی دی است که تقریبا ده آهنگ کاملا جدید از ساخته های خودم بله. آماده است و تا هنوز تکثیر نشده انشالله عنقریب با زیر نام یک رنگی که سر نام سی دی هنوز تصمیم کامل نگرفتیم که دو نام را برش انتخاب کردیم یکی دوردست و دیگر یک رنگی انشالله زیر علمی دو نام و یکیش تکثیر خواهد شد و به دسترس هموطنهای گرامی ما قرار خواهد گرفت و در پهلوی ای در حدود 130-140 آهنگ جدید را آماده ساختیم امید است که ما از این طریق بتانم برای هموطنها و هنرمندهای گرامی ما که نسبت به موسیقی و قلت آهنگ هایی که دستیدی هایشان میبینیم با کمال تأسف یا آهنگ ها کمتر آهنگ های جدید در دستیدی ها دیده میشه امیدت از این طریق برای اونها کمک کرده باشم این هم در جمع فعالیت های 4 سالی که ما در کانادا هستم این کارها را کردیم و در پهلوی تیم والیبال کاورا را که ایشان از ورزش بسیار جدایی نداشتیم بله واسه با ورزش بودیم چی در پاکستان بوده چی در افغانستان بوده و اینجا هم خوشبختانه در حدود 20-25 نفر یا کم و زیاد گاه به می حدود ورزشکارا و جوانای تانستیم که جمع کنیم که اینا با علاقمندی هفته دو روز میاین به غرض تمرینات و پیش برده فعالیت های ورزشیشان بله این کار هم در جمع کارهای است که در پهلوی کار که به حساب جهت اقتصادی معیشت زندگی مرا به حساب فراهم می‌سازد در پهلوی کار این کارها را هم بسیار فکر خوب است شادکام صاحب شما پیشتر گفتید که اولین سیدی من بله. چند وقت می بلاید اما من در آمبورگ هستم چند سیدی شما را دیدیم در اوجه که اونام یعنی به اجازه شما بودن که در بازار عرضه شدن یا ای که خود شما در قسمت کدام سم داشتید محترم انسان به خدمت شما و بیننده های محترم بعض میتونم برسانم که
ما اولین سی دی ما در کانادا مدتی که به کانادا آمدیم هدف از این بوده که آهنگ های کاملا جدید در این سی دی ثبت شده. این سی دی سی دی اول ما در کانادا است، ولی که قبل از با کمال تاسف یک سی دی را آقای طاهر جان کشیدن و احمد طاهر بله احمد طاهر کشیدن، ولی که او سی دی نبوده که من موافقت در ثبت و نشر تفسیری از او داشته بوده باشم. نمیفهمم به چی ترتیب دانسته که او را به دست بیارن. من از این موضوع آگاه نبودم. و یک سی دی دیگر هم که به تقاضای یکی از دوست ها پاکستان تشریف آورده بودن به تقاضای از اونا، با وجود از اینکه مسئولیت من در اوجه قسم شما هم تشریف آورده بود بله زیاد بود زیاد بود و من وقت راستی نداشتم. بله به او حساب یک سی دی به نام ناله غریبان در او وقت ثبت کردیم که خوشبختانه چند آهنگ که حداقل اما مبین ذوق ما در بخش شعر و آلام و اندوه و غمهای روزگار که بر مردم ستم دیده ما آمده در لابلای سی دی انعکاس یافته. بله. و به این ترتیب این دومین سی دی دومین سی دی شماست. بله. نظر شما شادکام صاحب درباره از این چی است که باز دوستای ما شما سی دی باز هنرمندا را میکشند در بازار بدون اینکه خود هنرمند خبر باشند، مثلا ساربان صاحب که فیل فوت شدن؟ بله. یعنی کدام حقوق یا حق برای خود هنرمند نمی پردازند؟ بله. در این قسمت نظر شما چی است؟ والا نظر من به حساب اموز یک گنج یافتگی برای آقایان محترمی که بله. به حساب از این طریق می بینیم که به دولت و ثروت رسیدن بله. در محیط به بازخواستی بله. و به این ترتیب کاش که این انصاف اونها داشته باشن بله. که حداقل نصف بله. یا یک مقدار از این بله. پول را که اینا به دست میارن برای فامیل بسیار بیچاره و نادار و تنگدست آدمی هنرمندایی که بله. در داخل کشور هستند، در پاکستان هستند، با چی فقر و حالت غربت به سر میبرند، اگر این انصاف در نزدشان وجود داشته باشه بله. امیل لطف خواب کردن و برای ازنا کمک بکنن کار بسیار خیر است. در غیر از او امید است که به می ترتیبی که اخیرا اتحادیه که در امریکا ترتیب شده اتحادیه هنرمندا که فکر می کنم آقای هویدا در جان هویدا بله آقای هویدا در واقعا محبوب هنرمند صاحب شخصیت بله. و با پشتکار و مبتکر که اونها مژده پاس شدن کانون هنریشان در کانادا برای ما رسید و این موافقت برای اونها تبریک عرض میکنم. امید است که با این اتحادیه که فعلا با هم یک جا شدن این از طریق این اتحادیه بتانیم ما جلو امچو اعمال نادرست که به حساب بی‌عدالتی گفته میتونیم من در این عرصه در عالم برای هنرمند و برای در عالم هنر امید که جلوی این کارها گرفته شود و حداقل کمک ها زمینش مساعد شود از نزد یادی اشخاص یک مقدار پولی را به حساب برای فامیل های افرادی که به حساب آسیدی هایشان ثبت شده برای انتقال داده شود و دیگر پیشرفت تو موضوعات اتحادیه اتحادیه گرفته شد. من آرزومند سر نظر خوب شادکام صاحب، ما هم طرفدار این نظر هستیم که امیدوار هستیم که بعضی دوستای ما در اینجا توجه کنند و این انصاف پیدا کنند که امرای خود هنرمندان به چیزی کمک شدن هنر مردم بله. در قسمت کمپوز شما پیشتر گفتین شادکام صاحب که کمپوز های جدید دارین بله. خصوصا برای جوانان ما بله. چرا ما باز سیدی هایی که از جوان های ما میبینیم که اکثرا امو خواندن های تکراری که چندین بار است بازم در امو سیدی تکرار میشه.